لایو برگشت نمیدونم فکر کنم به خاطر اینکه یه مقدار اینترنت ضعیف شد لایو پرید ولی خواستم راجب به این صحبت میکردیم که خیلیاتون اومدید پرسیده بودید که مثل ما چطوری میتونیم انگلیسیمون رو قوی کنیم یعنی اینکه ما به عنوان یک کادر درمان نیاز داریم همیشه آپدیت باشیم نیاز داریم که برای دوستانی که فکر میکنن این لایو داره دوباره تکرار میشه بخاطر اینکه دارم از اول میگم چون که نت قطع شده بود دوستان خب داشتم اینو میگفتم برای اینکه ما بتونیم آپدیت بمونیم کار درمان حالا چه پرستار پزشک ما ما برای اینکه بتونیم آپدیت بمونیم باید یه منبع مطمئن داشته باشیم همیشه اون منبع بریم چک کنیم حالا چه توی گوشی چه توی اینترنت و واقعیت اینه دوستان این منابعی که ما باید بتونیم بریم چکشون کنیم انگلیسی هستن چون اولین آ... چیزی که اطلاعات جدیدی که میاد به زبان انگلیسی میاد این یه واقع... واقعیته و ما برای اینکه بتونیم آپدیت بمونیم باید انگلیسیمون خوب باشه تا الان که اینطور بوده برای من همیشه این شکلی بوده که واقعا اگر انگلیسیم آ... بد می بوده نمیتونستم اطلاعات روز دست پیدا کنم و به خاطر همینم هست که همیشه بهتون توی استوریا توی ویدیوها میگم که همیشه سعی کنید انگلیسیتون رو قوی کنید همیشه سعی کنید سطح انگلیسیتون رو به جایی برسید من نمیگم کاملا مسلط باشید ولی به جایی برسونید که اگه مطلب جدیدی اومد سری برید ازش اطلاع پیدا کنید و خودتون رو نسبت به اون مطلب آپدیت کنید حالا خیلی هم میگن ما سر شیفتیم وقت نداریم واقعیت هم داره خیلی شیفت ها سنگینن و فرد واقعا وقت نمیکنه بیاد حالا کلاس بره بخواد هزینه کنه و اینها خیلی هم میگن ما پول هزینهش رو نداریم هزینه ها خیلی بالاست ما نمیتونیم بریم کلاس واقعا پول زیادی میگیرن پکیج ها خیلی گرونن ولی چون آخر سال شد اگه یادتون باشه من یک سال گذشته و براتون ویدیو در واقع لایو نگذاشته بودم اگه برید چک کنید ویدیوهای توی پیجو و تصمیم گرفتن این لایو روزم فقط و فقط به خاطر اینکه درخواست داده بودید خیلی اومده بودید لایو گفته بود مستر چطوری زبانت رو قوی کردی آیا هزینه کردی رفتی کلاس یا اینکه از اول قوی بود یا اینکه اصلا چطوری تونستی مثلا به این سطح زبان برسی که بتونی حالا یه چیزایی رو دریافت کنی یه چیزی یه اسپیکینگ داشته باشی که بتونیم منیج کنی اون حالا مکالمه رو من خودم استاد زبان نیستم و یا تخصصی در تدریس زبان ندارم چیزهایی که من الان میخوام بهتون بگم چیزهایی هست که خودم تجربه کردم و برای خودم انجامش دادم که به یک سطحی از اینها رسیدم از یک زبان رسیدم یک سطحی از تقویت زبان رسیدم که میخوام تجربیات خودم رو بهتون بگم که شما هم اگه دوست داشتید بیاد این کارها رو بکنید حالا برای کسایی که توی پیج نبودن و یا جدید هستن بهتر بدونید دوستان من یک ویدیوی کامل راجع به اینکه چه کار کردم که زبانم رو به یه لول حالا به حد حساب خوبی رسوندم رو توی یوتیوب گذاشتم توی پیچ اینستاگرام هست میتونید برید اونجا چک کنید استوری هم هایلایت دارم راجع به این مورد دوستان بفرمایید چای چای شیر هستش اگه میخواید عالیه من بدون چای واقعا نمیتونم صحبت کنم حتی ویدیوهایی که روی تخت وایت بورد میگیرم چون ادیتش میکنم شما توجه نمیشید یه سری جاها تایم تو تایم من میرم چای میخورم و بعد دوباره میرم توضیح میدم چون واقعا گلوم خشک میشه و واقعا سخته برم بگذاریم خواستم اینو بهتون بگم دوستان اگر میخواید انگلیسی رو یاد بگیرید اولین قدم جدی بودنه واقعا میگم این درست نیست که بگی الان توی ذهنت همین الانی که نشست داری لایو رو میبینی با خودت میگی اوکی من از الان شروع میکنم به انگلیسی یاد گرفتم دو ساعت بعد که میگذره میگی بیخیالش من الان وقت ندارم میخوام بخوابم من وقت ندارم میخوام برم سر شیفت من الان وقت ندارم کارای مهمتری دارم من الان وقت ندارم میخوام برم یه فیلم نگاه کنم و انگلیسی رو بذاری کنار خب این تو بری پول بهترین کلاس های دنیا رو هم بدی از امی الان بهت بگم یاد نمیگیری برای گرفت یادگیری زبان جدیت نیازه شو باید حتما جدی باشی هدف نیازه بگی اوکی من الان وارد این پروسه شدم میخوام به یک جایی برسم نمیخوام فقط صرفا دو تا کلمه حفظ کنم و سلام اینو همه میتونم انجام بدم میخوام به یک لولی برسم که بتونم صحبت کنم بتونم یه چیزی رو از یک منبع یاد بگیرم بتونم بخونم خب اول بریم سراغ خودم که شروع کردم دوستان من همیشه زبانم اینطوری نبوده و شاید باور نکنید زبانم ضعیف بوده حتی تر از ضعیف در زمان دانشگاه و در زمان دانشگاه یه جایی رسیده بودم که واقعا برای یه سری از بیماری ها منبع فارسی پیدا نمی کردم. هر کاری می کردم می رفتم. مثلا علایم یه سری بیماری ها رو می خواستم منبع فارسی برایش پیدا نمی کردم و اصلا ترجمه نشده بوده به فارسی خب با خودم گفتم چه کاریه برم انگلیسیش رو سرش کنم خب می رفتم انگلیسیش... انگل... کلمه انگلیسی رو از روی دکشنری ترجمه می کردم. فکر کنید چقدر زبان ضعیف بودم. تک تک ترجمه میکردم اون کلمه رو مثلا علائم فلان بیماری مثلا ساین سیمپتومز اف کرون مثلا بیماری کرون ساین سیمپتومش رو میخواستم میرفتم اونا رو اینطوری در میآوردن کلمه رو سرچش میکردم حالا کلی سایت انگلیسی میومد که اصلا من نمیتونستم اینا رو بخونم و میرفتم داخل یکی از سایت ها و نگاه میکردم میگم خب کلی مطالب هست که حیفم میومد که چرا من نمیتونم این مطالب رو بفهمم چیه مطالبی که جدیدم علائم چیزی که من میخواستم رایگان در اختیارم گذاشته اینترنت ولی چون انگلیسی بود من نمیتونستم استفاده کنم یه رفیقی داشتم تو همون زمان دانشگاه میدونم که هر جا باشه سالم و سلامت باشه انگلیسیش خوب بود می میگفتم اوکی برام الان این نوشته که الان داره نشون میداره برای ترجمه کن که من بفهمم این سایت چی داره میگه خب اون رفیقم میومد و اون حالا تایتل و اون علائم رو برای من ترجمه گفتم واو پس این همه علائم هست که به فارسی ترجمه نشده و من از خوندنشون محروب شدم به خاطر اینکه چی به خاطر اینکه صرفا انگلیسی بلد نبودم و اینجا یه جرقه ای شد تو ذهنم همون جدیت و هدفی که میخوام بهتون بگم که جدی باشم از این به بعد انگلیسی رو یاد بگیرم که بتونم مطالب جدید رو پیدا کنم یاد بگیرم از همه جلو بزنم و اگر مطلب جدید اومد من اول بدونم حتی نسبت به استاد خودم هم جلوتر باشم و زودتر اون مطالب بدم و این انگیزه شد برا من که انگلیسی رو یاد بگیرم حالا چه کار کردم؟ اولین کاری که من کردم خب اون موقع بازم من مثل شما دانشجو بودم پول کافی وقت کافی برای زبان کلاس زبانی رو نداشتم دوستان من از همین الان بهتون بگم من هیچ کلاس زبانی نرفتم اگه سوال براتون اگه میاد همیشه دایرکت میپرسید و میگید مستر تو کلاس زبان رفتی یا نه من از الان بهتون بگم ذهنتون رو از همین الان آماده کنم من هیچ وقت کلاس زبان نرفتم و بله انگلیسی رو میتونید خیلی راحت بدون کلاس زبان یاد بگیرید و صحبت کنید به شرطی که هدف و جدیت داشته باشید برای همین تاکید میکنم هدف و جدیت مهمه خب بگذاریم اولین کاری که من کردم دوستان اومدم منوی گوشیم رو که اون موقع هواوی بود فکر میکنم منوی گوشیم رو انگلیسیش کردم انگلیسیش کردم انگلیسی برام سخت بود منوی گوشی ولی انگلیسیش کردم که خود چون اکثر کارمون با گوشی بود اکثر روز رو ما داریم با گوشی و دیوایس هامون داریم میگذرونیم درسته؟ خب منوی گوشیم رو انگلیسی کردم که چشمم به کلمات انگلیسی منوی گوشی عادت کنه و این باعث بشه من بهتر بتونم با انگلیسی ارتباط برقرار کنم و این کارو کردم اولش سخت بود واقعا که دو ماه اول هرچی به گوشی نگاه میکرد اصلا نمیدونستم واقعا باید کجا برم تنظیماتش چیه و سخت بودن اما کم کم دیدم نه انگلی... کلماتی که روی گوشی منو هستن رو دارم یاد میگیرم و میدونم اینا چی هن و تلفظشون رو یاد گرفتم و یه کار دیگه هم در کنارش انجام میدادم فیلم نگاه میشدم همین فیلم هایی که انجام میشد بعضی میگم وقت نداریم خب همین فیلمی که دا داری به عنوان هابی به عنوان حالا سرگرمی نگاه میکنی بیا به جای اینکه که بیای زیرنویس و یا ترجمه نگاه کنی یعنی دوبلش نگاه کنی بیا زبان اصلی فیلم رو بذار بازی نویس انگلیسی شدن خیلیاتون بیاد بگید که مثل ما این کار رو میکنیم خب موضوع فیلم متوجه نمیشیم مهم نیست مهم اینه که یکی دو کلمه حتی یکی دو کلمه از چیزی که اینا دارن صحبت میکنن رو تو بگیری گوشت عادت کنه به حرف زدن و به لحجه عادت کنه اگه تو میخوای یه چیزی رو یاد بگیری باید بری توی اون کار خب و بهترین کار همین فیلم نگاه کردنه خیلی جالبه من خیلی فیلم نگاه کردم به من کمک کرد چون البته فیلم نگاه کردن نباید بازی نویس فارسی باشه چون باعث میشه شما به فارسی نگاه کنید اصلا گوشتون با فیلم نباشه بازی نویس انگلیسی باشه و زبان اصلی ترای کنید ترای کنید فیلمایی که از این به بعد میخواید دانلود کنید نگاه کنید با زبان اصلی دانلود کنید با زیر نویس انگلیسی و ببینید چقدر میتونید شما کلمات جالب رو بفهمید و اصطلاحات رو دقت میکنید و هر چقدر شما این روند رو تکرار میکنید میبینید ای مستر واقعا داره راست میگه دارم بهتر میشه انگلیسیم دارم یه چیزایی رو بیشتر میفهمم و اصطلاحات رو دارم بیشتر میگیرم واقعا ترای کنید و ببینید طی یکی دو ماهی که دارید فیلم نگاه میکنید حالا هفته یکی دو تا فیلم رو نگاه کنید و طی یکی دو ماه این کار رو بکنید ببینید چطوری حتی یه چند لور سطح انگلیسیتون میاد بره کاری که من کردم خب پس منای گوشی ما عوض کردم فیلم بازی نویس انگلیسی و با زبان اصلی نگاه کردم در کنارش دوستان هفته ای پنج تا کلمه جدید رو میرفتم از حالا جاهای مختلف از محیط دانشگاه از چیزایی که برام جالب بود می آوردم مثلا برام جالب بود مثلا بالفرض مثال دانشگاه که می یونیورسیتی مثلا اون برام مهم بود مثلا همین کلمه یونیورسیتی که من این کلمه رو می گرفتم و با این کلمه جمله می ساختم حالا شاید بگید مثل این جملات از کجا می دوستان برنامه هست به نام گوگل ترانسلیت شما کافی اون برنامه بریستش کنید دانلودش کنید از اینترنت گوگل ترنسلیت قبلا خیلی ضعیف بود الان خیلی قوی شده حتی متن برات ترجمه میکنه شما جمله فارسی بهش میدی جمله انگلیسی بهت میده مثلا میگی مثلا با با کلمه دانشگاه یونیورسیتی میگی مثلا من امروز دانشگاه دارم این جمله انگلیسی رو مینویسی گوگل ترنسلیت به جمله فارسی می‌نویسی، گوگل ترنسلیت به جمله انگلیسی شو میده حالا من می اومدم اون جملات انگلیسی که گوگل ترنسلیت به من میداد رو در طول روز چه در دانشگاه چه در حالا محیطی که کار میکردم تکرار میکردم با توی ذهن خودم تکرارش میکردم و این باعث میشد کلمه رو حفظ نکنم که از یادم بره باهاش جمله میساختم و کاربردی کلمه رو یاد میگرفتم این خیلی متفاوته با اینکه بیای چند تا کلمه مثلا 20 تا کلمه حفظ کنین آخر هفته که میشه کل اون 20 تا رو یادت رفته من چیکار میکردم حجم کلماتو کمتر میکردم تعدادشو پنجتاش میکردم ولی با این پنجتا جمله میساختم و همین جمله سازی باز شد هم نحوه ساخت جمله برام تکرار بشه نحوه حرف زدن آسون بشه و کلمه یادم نمیرفت چون در کاربرد ازش دارم استفاده میکردم و این یعنی این که میتونی خیلی بهتر کلمه رو درک و کاربردش رو بفهم این یه کاری بود که من خودم انجام دادم که واقعا خیلی به درد من خورد واقعا همین پنج کلمه باعث شد دایره لغاتم خیلی بره بالا اکثر ما شاید بلدیم چطوری حرف بزنیم خیلی آمین ولی کلمه کافی توی ذهنمون نداریم یعنی به یه جایی میرسیم میخوایم مثلا بگیم همچین کاری رو کردیم بلدیم جملهش رو بسازیم ولی مثلا اون یک کلمه اختصاصی رو بلد نیستیم یا مثلا تا حال نشدیم به خاطر اینه دایره واژگان لغات خیلی مهمه و شما حتما باید واژگانتون رو ببرید بالا همین خواستم همین رو بهتون بگم که تا اینجا به این شکل بود من نزدیک یکی دو سال چرا بگم شیش ماه چرا بگم سه ماه چرا بگم هشت ماه اینا دوستان اینها یا علمی تخیلی دارن بهتون میگن یا واقعا صرفا یه دروغه که بتون بگن اوکی ما سه ماهه بتون یه پکیج میدیم شش ماهه بتون یه پکیج میفروشیم زبانتون از صفر بیاد صد برای من نمیدونم من تا حالا همچین پکیج تهیه نکردم تا حالا همچین آه... کلاسی نرفتم خودم با توی خونه زبانم رو قوی کردم ولی از نظر شادم واقعی باشه من نمیدونم واقعا شما بگید اگر رفت تا حالا کلاس ولی از نظر من امکان پذیر نیست شما بیای یه زبان انگلیسی رو توی سه ماه بخوای به فرد یادش بدی خب چطوری واقعا فردی که صفره چطوری میخوای صفر تا صد توی سه ماه دیدی دیگه پکیج هایی که تبلیغ میشه صفر تا صد زبان انگلیسی در سه ماه در 6 ماه در 8 ماه اصلا اشتباه وقت بذاری برای یادگیری زبان انگلیسی هر فرد متفاوته من نوعی ممکنه دو سال طول کشیده که انگلیسی یاد گرفتم شاید تو از من یه مقدار هوش انگلیسی بالاتر باشه بتونی تو یک سال یادش بگیری شاید یکی دیگه بتونه نه ماه و این اصلا اشتباهه بخوای تایم بذاری این باعث میشه که استرس بگیری چرا مثلا تو یه پکیج تهیه می‌کنی طرف گفته مثلا 6 ماه اوکی میشه انگلیسی 6 ماه گذشت اوکی نشد انگلیسی میگی اه. پس من نمیگیرم انگلیسی رو بلد نیستم کنم میذاریش کنار بی انگیزه میشه وقتی که زمان میذاری قافل از اینکه خود من واقعا دو سال طول کشید تا بتونم حالا یه چیزایی رو بفهمم بخونم و پروسه ای که پیوسته است شما باید هی تمرین کنی همین الان من نخوام تمرین کنم ممکنه توی یکی دو ماه باز یادم بره زبان این شکلیه دیگه شما هی باید تمرین کنی هی باید حرف بزنی هی باید ارتباط برقرار کنی که بمونه توی ذهنت به خصوص زبان انگلیسی که خیلی فرار هست و در اینجا میخوام بگم این, این چیز تخیلاتیه که بخوام بهت بگم که توی سه ماه شیش ماه با آکیت کنم و من اینو قبول ندارم واقعا حالا رسیدیم به اینکه شما مثلا پنج, پنج تا کلمه در هفته باشون جمله میسازی و اوکی میکنیم خب او این یه کاری که من انجام میدادم کار دیگه ای که من انجام میدادم دوستان استفاده از یوتیوبه در واقع آشنایی من با یوتیوب همون موقع ها بوده من هیچ وقت به این فکر نمیکنم که یه زمانی یوتیوبر بشم یه زمانی توی یوتیوب بخوام کانتنت درست کنم یه زمانی توی یوتیوب بخوام حالا به یک معروفیت نسبی برسم یه زمانی به این فکر نمیکنم که یه چنل داشته باشم که بقیه بیان ببینن توی یوتیوب میرفتم از یوتیوب کلاس‌های کلاس های انگلیسی رایگان توی یوتیوب هست همین کلاس هایی که پول از شما میگیرن و برگزار میکنن رایگانش رایگانش توی انگلیسی توی یوتیوب هست که میتونید برید استفادهش کنید خیلی هم تازه حرفه‌ای تره خیلی هم قشنگ تره من یه آقایی هست من یادم رفت چنلشو واقعا ولی توی یکی از پستا براتون چنل مهمی که میتونید از انگلیسی ازشون یاد بگیرید از یوتیوب رو براتون گذاشتم برید چک کنید ولی یه, چ... آقایی هست که خیلی جالبه میاد لایو میذاره مثلا هفته ای دو بار لایو دو ساعته میذاره و زبان انگلیسی باتون صحبت میکن به اتفاقات روز راجع به چیزهای قشنگ خیلی واضح خیلی آروم زبان انگلیسی به لهجه بریتیش باهاتون صحبت میکنه که اصلا دوست دارید یاد بگیریم و کلماتو رو بهتون القا میکنه که یاد میگیرید به صورت لایو هم هست میتونید برید از اون چنلش استفاده کنید و من خودم خیلی شاید بتون بگم 50 درصد انگلیسی که یاد گرفتم از یوتیوب بود واقعا یوتیوب خیلی به من کمک کرد و یک فضای آموزشی جالبی داره یوتیوب که میتونه بهتون کمک کنه در یادگیری انگلیسی چیز کلاس هایی که واقعا اگر یه جای دیگه بود کلی پول راجبش میگرفتن ولی رایگان تو یوتیوب شما میتونید دسترسی پیدا کافی کافیه بزنید لرنینگ انگلیش همین کلمه رو تو یوتیوب بزنید کلی ویدیو براتون میلیون ها ویدیو رو براتون میاره شما میتونید برید نگاه کنید و یاد بگیرید مثلا شما اگه بخوید هفته ای دو تا ویدیو نگاه کنید خودش کلیه خودش یه استارت خوبیه ما همیشه کمالگراییم دیگه ما همیشه سعی میکنیم یا کامل بریم تو یادگیری یا اصلا نریم سراغش خب این اشتباهه انقدر خودت درگیر انگلیسی میکنی که خستت میشه این اشتباهه یا اینکه اصلا ولش میکنی نمیری سراغش باز این اشتباهه متوسط باشه در کنار کارهایی که انجام میدی حالا برو دو تا ویدیو انگلیسی هم نگاه کن که هم خستت نش از انگلیسی هم کارات انجام دادی هم یه چیز در واقع سرگر... به حالت سرگرمی باید انگلیسی رو یاد بگیری خوشت بیاد تا از زبان خوشت نیاد معمولا نمیتونی برای من که اینطوری بوده کار دیگه ای که من میکردم و خودم ازش نتیجه گرفتم چاید سرتون رو در دوردم. خیلی دارم صحبت میکنم من کامنت های دوستان نگاه میکنم ولی فرصت جواب دادن بهشون رو ندارم کانال شما معرفی کردم دوستان کانال انگلیسایی که مهمه رو توی پیش شما میتونید توی یک پست اسلایدی برید ببینید خب کامنت هاتون رو ببینید حالا شاید بعد از لایف من تونستم به اینا پاسخ بدم ولی فعلا چون دیسترکت هم میکنن شاید نتونم اوکی کجا بودیم؟ آها داشتم اینو بکنم میگفتم که کار دیگه ای که هم من میکردم این بود دوستان این روش خودم بود جای دیگه ای پیداش نکردم خودم اختراع خودم بود این که وقتی این بعدش بود دیگه وقتی که میرفتم با رفیقام صحبت میکردم یا در محیط کار باشون با همکارام صحبت میکردم چیزی که میخواستم بگم رو اول به انگلیسی توی ذهنم میگفتم و بعدش به صورت فارسی میگفتمش بعضی موقع ها به حالت لبخونی میکردم همکارا میگفتن این چشه داره با خودش حرف میزنه و این شکلیه دوستان واقعا این شکلیه انگلیسی رو باید حرف بزنی حرف نزنی هر چقدر تمرین کنی فایده نداره باید حرف بزنی اشتباه کنی و این اشتباهاتت رو تصحیح کنی همین حرف زدن همین تمرین کردن همین اشتباه تصحیح کردن باعث میشه انگلیسی بهتر بشه کم کم پروسس دیگه تصحیح و در واقع تصحیح غلط هاست در واقع یادگیری انگلیسی تصحیح غلط تو تا نتونی یه جمله رو بگی مثلا قبلا وقتی میخواستم مثلا میگم I, I, ride a car مثلا میگفتم I ride my car خب مثلا اینطوری حرف میزنم I ride my car یا مثلا بعضی موقع مای رو جا مینداختم خب هیچ وقت مثلا نمیتونستم یه راحت بگم اینا بعدش اومد اینا ببین هیچ وقت هیچ کس انگلیسی هیچ وقت هیچ کس به صورت مادرزادی هیچ زبون یادش نیم... نگرفته ببینید ز... یادگیری زبان انگلیسی به این شکله وقتی که شما به دنیا میاید نه کلاس میرید آ... نه پکیجی به شما فروخته میشه نه بخواید آ... کار دیگه ای بکنید چون در یک محیطی قرار میگیری که افراد اون محیط دارن انگلیسی مثلا فارسی صحبت میکنن و چون میخوای با اونها رابطه برقرار کنی مجبوری از چیزهایی که حرف میزنن یه سری کلمات بگیری و مثل اونها حرف بزنی ولی در ابتدا اشتباه اونها رو میگی بعد کم کم تصحیح میشه بعد کلمه‌شون رو اضافه میکنی بعد دوباره تصحیحش میکنی تا اینکه فارسی رو یاد بگیری انگلیسی یاد گرفتم ما همینه فکر کنید الان شما یک بچه هستید که زبان بلد نیست چطوری میتونید اینو یاد بگیرید این که خودتون در فضای انگلیسی بذارید شاید الان بگید مثلا خب ما اطرافمون افرادی که انگلیسی صحبت میکنن نداریم خانواده ما فارسی هم انگلیسیشون خوب نیست خب همکارمون هم نمیتونیم باشون صحبت کنیم چه کار کنیم که در یک فضای انگلیسی صحب... قرار بگیریم خب من اینو میگم خودت رو ایزوله انگلیسی کن چطوری وقتی که میری توی خونه توی اتاقی که هستیم انگلیسی صحبت کن چه ایرادی داره انگلیسی صحبت کن با خودت انگلیسی صحبت کن همین فکرایی که میکنی اوکی من حقوقمو چه میریزن حقوقم کمه همین فکرایی که داری میکنی و بعضی موقع روی زبونی همینا رو به حالت انگلیسی بگو شاید الان بگی خب مثل من بلد نیستم انگلیسی اینا رو بگم گوگل ترنسلیت خیلی جا بعضی میگن گوگل ترنسلیت به درد نمیخوره خب ترجمه کنم نمیخواد که کامل به درد بخوره اوکی نمیخوای که تو بری توی مراسم اسکار انگلیسی صحبت کنی که بخوای گوگل دقیق بهت همین چیزهایی که داره بهت میگه تک کلمه تک جملاتی که بهت میگه همونا خوبن برو توی همون گوگل ترنسلیت یه جمله مثلا الان میخوای بگی چرا حقوقم دیر شده همینی که الان توی ذهنت اومد برو توی گوگل ترنسلیت سرچش کن انگلیسیش که آمد همون انگلیسیش رو تمرین کن همون انگلیسیش رو تمرین کن و اونو تکرارش کن یا مثلا میخوای تو تاکسی بگی به فر... راننده تاکسی میگی همینجا پیادم کن این همینجا پیادم کن رو برو توی گوگل ترنسلیت بزن بزن اینجا پیاده میشم ببین گوگل ترنسلیت چی بهت میده همون رو همون جمله رو توی ذهن تمرین کن قبل از اینکه راننده فارسی شو بگی و بعد براننده فارسی شو بگو میخوام اینو بگم تمرین کن خودت رو ایزوله انگلیسی کن موبایلت منوشو انگلیسی کن پیج های انگلیسی رو فالو کن تو یوتیوب چنل های انگلیسی رو برو فیلم هایی که میبینی انگلیسی ببین مقالاتی که میخونی برو انگلیسی شو بخون حتی اگر نفهمیشون حتی اگر تک جمله ازشون بفهمی برو انگلیسی شو بخون همین در واقع خوندن یه خط و فهمیدن چند کلم ازش باز هم عالیه تازه یک کلم هم بفهمی اونم عالیه قرار نیست تو همه جمله را درک افتاد بکنی از کم و کم شروع میکنی میرسی به یک حالته ولی باید تحمل داشته باشید که دو تا کلمه یاد نفهمیدی از اون مت نزنی کنار بگی وح حسن ندارم نه باید تحمل داشته باشی میگی او چقدر کلمه هست که من باید یاد بگم خب یه پروسه دو ساله است یه پروسه یه ساله است وقت داری عجله نکن استرس به خودت نده تحمل کن و آروم آروم تمرین کن کار دیگه ای که هم اینو بهتون گفتم یه کار دیگه هم من در کنار میکردم که زیاد مقاله انگلیسی میخوندم و برام جالب بود چون میگفتم اگر من بتونم مقالات انگلیسی که الان جدید اومده رو بدونم آپدیت میشم و نصف به بقیه یه دست بالایی خواهم داشت و واقعا هم همینطور بود میرفتم مقالات انگلیسی رو میگرفتم میخوندم یه جایی که بلد نبودم با گوگل گوگل ترنسلیت ترجمه‌اش میکردم و بعد تطبیقش میدادم و این شکلی تک تک به حالت تک مثلا روزی دو تا خط از مقاله میخوندم مثلا میبینی یه مقاله دو س... ماه دو ماه طول میکشید خوندنش ولی در نهایت میخوندمش موضوعش رو میفهمدم و این به من یه حالت علاقه میداد که میرفتم مقاله جدید میگم و وقتی که استاد میومد میگفتم میدونستی استاد یک این دارو الان یک همچین مقاله راجبش نوشته شده استاد میگفت اه چه جالب هنوز ترجمه نشده 2000 مثلا سه بوده من همون لحظه رفتم اونو یادش گفتم به خاطری که صرفا انگلیسی بلد بودم پس به خاطر همینه اگه بهتون میگم انگلیسیتون رو قوی کن و انگلیسی هم بدون کلاس یاد گرفته میشه چیزی که من تجربه شده داشتم کسایی که هم دوست دارم به این کلاس چرا کنن عالیه کلاس هم چون باعث میشه که بهت کلی انگیزه بده فضای انگلیسی برات ایجاد کنه آ... باعث میشه که تو جدیتر باشی یه, یه رفیق داشتم میگفت ما ایرانی هم تا اینکه یه آزمون نداشته باشیم تا اینکه یکی بالا سرمون نباشه نمیریم کار رو انجام بدیم خب بعضی واقعا این طوری هستن و باعث میشه که انگیزه دار بشن برای ادامه جدیه در انگلیسی یادگیری انگلیسی و سبتنا همین صرف سبتنا میکرست اما این درست نیست برید کلی پول هزینه کنید فقط برای اینکه بگید اوکی من رفتم کلاس انگلیسی خب نتیجت چیه الان شما هفت یه رفیقی داشتم آه... نزدیک چهار سال حالا پیش توی محیط کار بودیم این بند خدا نزدیک هفت ماه رفته بود زبان انگ... کلاس انگلیسی هفت ماه تموم شد اینا بعد بهش گفتم گفت تموم شد کلاس هم تموم شد اینا. این, ترمش تموم شد و فلان اینا گفتم اوکی حالا از زبان انگلیسی که رفتی کلاس چی یاد گرفتی دو سه تا کلمه رو گفت گفتم حالا میتونی با اینا جمله بسازی میتونی گفت نه نمیتونم واقعا گفتم پس برای چی این همه هزینه کردی برای چی این همه رفتی گفت کلاس ب... 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 رفتم دیگه کلاس رفتم که یاد بگیرم ولی نشد شاید انگلیسی یاد گرفتن هم خوب نیست این اشتباهه انگلیسی یاد گرفتن طرف خوب نیست یا نبود یا هست مهم نیست مهم اینه که طرف رفته بوده کلاس که فقط صرفا بگه من رفتم کلاس که یاد بگیرم به خودش داره خودشو داره فریب میده و این درست نیست به خاطر می میگم انگلیسی رو کاربردی یاد بگیر کاربردی یاد گرفتنش هم بهتون روش دادم دیگه خودتون یزوره کنید حرف بزنید تمرین کنید برید یوتیوب یوتیوب خیلی رایگانه برید نگاه کنید برید سرچ کنید بنویسید 10 uh, ways to learn english همینو سرچ کنید توی یوتیوب توی گوگل راحت بتون کلی روش میده الانم دوستان خبر جدید راستی یادم رفت بهتون بگم من توی ویدیوی همین دیروز من آپلودش کردم اگه برید نگاه کنید آخرین ویدیو یوتیوب که حالا تایتلش ویروس زامبی هستش توی اون ویدیو اخبار پزشکی بهتون گفتم که یکی از خبرها راجع به هوش مصنوعی چت هستش برای کسایی که نمیدونن هوش مصنوعی چت جی پی تی چیه میدونم اکثرتون میدونید اوکی ولی کسایی که نمیدونم اون میخوام بگم من الان دارم ازش استفاده کنم و خیلی جالبه هوش مصنوعی چت جی پی تی داره وارد در واقع همون مروگرها میشه الان وارد بینگ شده اگه مروگر بینگ رو که مال مایکروسافت رو دانلود کنید روی گوشیتون شما میتونید با رفتن به ویتینگ لیست بعد در واقع فیچر یا همون ویژگی چت جی پی رو دریافت کنید حالا این چت جی پی چیه میای شما قبلا سرچ میکردید مثلا راه و روش یادگیری زبان انگلیسی برای سایت می شما میرفتید تو سایت های مختلف چند تا روش رو اونجا نوشته اما توی سرچ چت جی پی کافیه به این ربات چت بنویسی که چطوری میتونم انگلیسیم رو قوی کنم به این حالت آمیانه یا حرف بزنی یا بنویسی فارسی هم بلده یعنی این رباته هوشمنده و فارسی هم بلده فارسی نوشته رو بنویس اون میاد کل سایت ها رو دنیا رو برات میگرده در حد دو سه ثانیه اطلاعات مهم و کاربردی که به درد تو میخوره رو جمع بندی میکنه و بهت به لیست میده با حالت چت بهت پیام میده که این کارها رو باید بکنی این خیلی جالبه پس برید چت جی پی تی و بنویسید نحوه یادگیری زبان انگلیسی و کلی بهت فیچر میده کلی بهت راه روش میده اینا میتونه یک آ... چیز جدیدی باشه که فعلا آ... عمومی نشده ولی میتونید برید ازش استفاده کنید و خیلی جالب من خودم خیلی ازش استفاده میکنم الان دو سه روز اومده بیرون و خیلی جالب هستش دیگه روش های دیگه ای که من استفاده کردم بخوام بهتون بگم اینه که تمرین مستمر داشتم تا الانی که الانه از همون زمان دانشگاه تا الانی که الانی که هشت سالی میگذره من یا به قولی بخوام بگم هیچ وقت هیچ روزی بدون تمرین نمونده حتی سر کار حتی سر کار موقعی که بتونم دو تا جمله انگلیسی رو تمرین میکنم که یادم نره واقعیت اینه تو بهترین شخص تو زبان انگلیسی هم باشه یادت میره من خیلی وقتا شده یادم رفته این واقعیت نبینید مستر براتون پست انگلیسی میکنه واو خیلی انگلیسی بلده نه اینگه اینطوری نیست خیلی وقت یادم رفته اصلا ببینید شخصی که نیتیو نباشه شخصی که انگلیسی زبان هستیش نباشه یادش میره چون همیشه باش ارتباط برقرار نمیکنه حتی اگه استاد زبان انگلیسی باشه چه برسه من و در نتیجه میخوام اینو بهتون بگم اگر یه روز انگلیسی یادتون رفت اشکالی نداره همه برایشون اتفاق میفته فقط باید تمرین داشته باشید روزانه و شاید باور نکنید من از همین ویدیوهایی که براتون انگلیسی درست میکنم اول از همه این رو تمرین برای خودم میدونم بعد اطلاعاتی برای شما یعنی میگم اوکی این ویدیویی که دارم میسازم داره اول فایده و استفادهش داره به من میرسه خب من دارم تمرین میکنم همین دیگه خواستم یه آخر سال تعطیلات عید هست خواستم بهتون بگم که چطوری میتونید اگر از سال جدید میخواید برای خودتون هدف بذارید چطوری میتونید انگلیسی رو بدون کلاس شروع کنید و آیا شدنیه؟ کاملا شدنیه برای همه هست کاملا برای همه شدنیه هیچ کس رو نداریم که نتونه این زبان یاد بگیره این کاملا غلطه نباید برای خودتون زمان تعیین کنید سه ماه شش ماه رو بذارید کنار هر کس در زمانی که فرد به فرد مختلفه گیرایی ها مختلفه ولی اینکه هیچ طرف هیچ وقت نتونه یاد بگیره این اصلا نیست اگر الان ضعیفید اگر الان سفرید نگران نباشید دوستان و بذار بهتون بگم برای کسایی که فکر میکنن زبان تخصصی سختتر از زبان عمومی هستش کاملا در اشتباهید چرا زبان تخصصی چیزهایی هستش که ما همیشه باهاشون اصطلاحاتیه که همیشه باهاشون در ارتباطید کاردیولوژی هارت لانگز C.O.P.D. این چیزها رو شما میتونید توی زبان انگلیسی که تخصصیه این چیزها هی تکرار میشن مثلا میگه one of the most important sign and symptoms of COPD وقتی که تو میبینی sign and symptoms هست COPD هم هست کل فقط one, uh, one, of the important رو تو uh, نمیدونی چیه ولی بقیهش رو میدونی و به خاطر این زبان تخصصی شما ما اصطلاحات تخصصی رو بلدیم و اصطلاحاتی هستن که همیشه در محیط کار داریم صحبتش میکنیم مثلا میگیم heart failure یا مثلا میگیم uh, طرف DHF داره خب هم اینا داره تکرار میشه در زبان تخصصی و در زبان تخصصی نسبت حتی به زبان عمومی و صحبت کردن عادی ساده هستش پس اگه نگران این نیست که زبان تخصصی را حالا اگه دارید آر شروع می‌کنید، خیلی ها دارن به خاطر آر زبان انگلیسی یاد میگیرن بدونید که برای خوندن آر شما نیاز به تسلط خیلی بالای از زبان انگلیسی ندارید چون اکثر چیز جمله اصطلاحاتی که ما داریم استفادهش میکنیم و آلردی بلده میشون شما کافیه یه سری چیزهای خیلی کوچیک رو بدونید که اون جمله رو ربط بدید به هم بقیهش اصطلاحه و همین دیگه همین خواستم هم بیام به شما یه سلامی بکنم هم این که خواستم تشکر کنم به خاطر سالی که گذشت از این که همیشه همراه من بودید همیشه حمایت کردید پیج رو فالو کردید ویدیوها رو دیدید لایک کردید کامنت گذاشتید یوتیوب رو ربطی سابسکرایب کردید اگه تا الان هم سابسکرایب نکردید برید همین الان سابسکرایب کنید من اونجا کلی ویدیوهای رایگان و ویدیوهای اصلی رو اونجا میزنم هیچ وقت هیچ وقت دوست ندارم هیچ ویدیوی پولی بشه پولی بشه برای شما چون دوست دارم از دانشجو شو... چون من وقتی که دانشجو بودم واقعا ویدیوهای فارسی در این سب کم بود و من خیلی اذیت بودم که چرا کمه همچین ویدیوهایی الانی که من دارم این ویدیو براتون تولید میکنم دوست دارم چه شخصی که دانشجوه چه شخصی که الان کار درمانی چه شخصی که الان نزدیک بازنشستگیشه همه بتونن از این ویدیوها استفاده کنن و تنها روشش فعلا استفاده از همین یوتیوب هستش که من کاملا اونجا رایگان ویدیوهای کامل رو براتون آپلود کنم که شما استفاده کنید باور کنید همین ویدیوهایی که من دارم براتون میسازم ساعت ها روز وقت و تلاش میخواد که براتون دارم میذارم فقط و فقط برای اینکه شما یک نرس یک کاد درمان یک پزشک با باشید یک پزشک آپدیتی باشید و اگر دارم تاکید میکنم بر زبان انگلیسی صرفا برای اینه که شما علمتون به روز باشه دوستان بتونید یک دست بالایی رو داشته باشید برای همین این روش ها رو به شما گفتم البته شما استاد ترید شاید خیلیاتون الان روش های بهتری رو پیدا کرده باشید ولی این روش بود که خودم استفاده کردم حالا اگه سوالی دارید اگه نظری دارید میتونید الان کامنت کنید یه نفر گفته بود تازه من یه نگاه کردم گفته بود جنبندی کن ما نبودیم توی لایو خصوصا این لایو ذخیره میشه این لایو سیو میشه و شما میتونید هر موقع که دلتون خواست بیاد این لایو رو ببینید این از این با تایتل اینکه چطوری سطح زبانمون رو ببریم بالا بدون هزینه کردن این تایتل سیو میشه و توی پیش قرار میگیره اما برای یک جنبند گفتم برای اینکه زبان یاد بگیرید شما حتما نیاز به کلاسی ندارید از سطح ضعیف هم شروع کنید نیاز به کلاس ندارید گفتم منوی گوشیتون رو انگلیسی کنید دو برید سراغ کانال های مختلف یوتیوب که من گذاشتم توی پک پیج برید ببین چه کانال های خوبه برید سراغ شنیدن پادکست اینو یادم رفت میگم شنیدن پادکست های مختلف انگلیسی در کست باکس میتونید برید اونجا چک کنید بری سراغ های مختلف انگلیسی توی اینستاگرام هست برید رو فالو کنید گچ اکثرشون ممکنه پولی باشن ولی خب اون چیزهای رایگانشون رو یاد بگیرید صحبت کنید تمرین کنید نترسید از اشتباه کردن باید اشتباه کنید که یاد بگیرید وقت نذارید برای خودتون اوکی دو سال طول بکشه سه سال طول بکشه مهم نیست مهمی که شروع بکنید حرف شخصی متفاوته استرس نگیرید عجله نکنید رو هفته پنج تا کلمه حداقل پنج تا کلمه رو یاد بگیرید با جمله سازی نه حفظ کردم فیلم انگلیسی بازی نویس انگلیسی نه فارسی نگاه کنید خودتون ایزوله انگلیسی کنید انگلیسی فکر کنید انگلیسی حرف بزنید و تمرین کنید روزانه انگلیسی رو تمرین کنید خب این جنبندی بود که خواستم بهتون بگم خب الان یه سوالی دارید بپرسید دوستان باشا. باشا حرف زدم. چایم سرد شد خب مرسی سال نوی شما هم مبارک امیدوارم سال آینده دل همتون شاد باشه به یک جاهایی برسید اگر هدفتون زبان زبانتون اوکی بشه اگه هدفتون پول پولتون اوکی بشه اگه هدفتون یه سطح دیگه هست یه کار دیگه هست توی ذهنتونه مطمئن باشید بی دلیل توی ذهنتون نیومده بی دلیل همیشه به این فکر کردم همیشه همیشه که اگر فکری توی ذهن ما بیاد اگر ایده‌ای توی ذهن ما بیاد بی دلیل توی ذهن ما نیومده حتما قابلیت انجام اون ایده رو داشتیم که توی ذهن ما اومده فقط کافیه شروع کنیم و براش تلاش کنیم ته ماجرا رو نگاه نکن چون ته ماجرا ممکنه خیلی بزرگ و ترسناک باشه از الان شروع کن به تهش هم میرسی به تهش هم میرسی حالا مهم نیست که تهش اتفاق میفته اگر الان ایده تو سرت داری از الانی که اول ساله براش برنامه ریزی کن براش شروع کن جدی شروع کن و کاری به نتیجهش نداشته باش حالا یا میشه یا نمیشه و بالاخره تو داری ش... تلاشتو میکنی من همیشه این شکلی بودم یعنی به نتیجهش کاری نداشتم تلاشم رو میکردم و جواب میداد باور کنید تا حالا اگر کاری رو به نتیجهش دقت نکنید و انجامش بدید صرف این که نتیجه چی بوده صرف این که اوکی او او میشه اون کار یا نه و تلاشتون رو بکنید باور کنید درست میشه نمیدونم چطوری ولی این شکلیه انگار که یک قانون ننوشته است تنها پیجی که به زبان روتین و عالی با محتوا عالی تر ممنون خواهش میکنم دوستان پیج ما برای زبان انگلیسی نیست اینو خواستم بهتون بگم و من استاد انگلیسی نیستم مس نشه اشتباه دریافت نشه این چیزی که من دارم بهتون میگم صرفا برای تجربه خودم از یادگیری زبان انگلیسی و اینکه شما درخواست داده بودید اینکه مثل چطوری میتونیم زبان انگلیسی مون رو به عنوان کاد درمان قوی تر کنیم و خواستم تجربه خودم بهتون بگم از خودت اصلا نگفتی چون دوستان این ویدیو راجع خود من نیست راجع به یادگیری زبان انگلیسی هستش حالا آره اگه شدم من راجع خودم هم یه بار, یه بار براتون باکس گذاشته بودم که جواب داده بودیم گرامرش داری یاد بگیریم نگران گرامر نباشید دوستان خود گرامر با یادگیری جملات میاد دستتون بذارید از شما یه سوال بپرسم آیا شما الان فر... گرامر فارسی رو کامل بلدید نه ولی چون از بس جمله گفتید آلردی گرامر پیش فرضش تو ذهنتون هست انگلیسی هم این شکلی خب مستر خودت کجایی من ایرانم پیش خودتون چه خاص دیگه این نیستم ایران زبان فقط استمران استمرار دقیقا من چیزی که همیشه گفتم استمرار چرا از خودت نمیگی خب دوستان چی بگم از خودم چی بگم من همینم هم دیگه یه شخصی هم میاد براتون کلی ویدیو میسازه و عاشق مستر پسندایی مثل شماست همین اینطوری نمیتونیم ارتباط بگیریم آها اوکی خب اوکی okay. دوستان من دیگه بیش از اندازه میخواید یکیتون رو بیارم بالا اگه دوست دارید بالا درخواست بدید اگه دوست دارید بیاید بالا و بخواید صحبت کنید درخواست بدید من میارمتون بالا اگرم نه که من لایف رو به اتمام برسونم چون الان باید برم سری ویدیو براتون ضبط کنم راجع به یک موضوع خیلی مهم و جالب هستش کلی مکانیزم اثر داره دوستان دقت میکنید چشم چطور ورم کرده حالا من خوب دقت کردم این چشم الان چهار روزه ورم کرده و هی دارم بهش دارو قطر استفاده میکنم که الان بهتر شده ولی با این وجود ولی گفتم که حتما باید براتون ویدیو بسازم ویدیوی دیسلیپیدمی همون اختلاعات چربی رو هم با این چشم براتون گرفتم که میتونید برید الان ببینید کلی مکانیزم اثر کلی جالب هستش من نمیدونم چطوری بیارم بالا خیلی وقت لایف نذاشتم ولی فکر میکنم که آها اوکی خب آه. امیدوارم که نهایت استفاده از این لایف کرده باشید تا لایو بعدی که نمیدونم سال دیگه باشه چون من زیاد لایو نمیذارم حالتون خوب، دلتون شاد، جیبتون پر از پول بشه. خدا نگهدارتون. خب الان چطوری اند بزنم؟ اندش هم نمیدونه. آ